به امید یاریت و به امید نگاه همیشگیت برنامه امروز رو هم از شبکه جانی هادی تقدیم نگاه های پر از مهر و محبت یک, یک شما هموطنان عزیزم و هر کدام از شما عزیزی که بیننده برنامه هستن تقدیم میکنم و از خدای بزرگ برای همه شما سلامتی و جان جوری خواهان هستم خدا کنه که سردمند باشین و جور و پیروز و موفق باشین بیننده برنامه روشنا هستین و امروز هم در یک روز یک شنبه دیگر به صورت لایف و زنده مهمان شما عزیزان هستیم امیدوار هستم که ما را پذیرا باشین و بیننده برنامه روشنا مثل همیشه باشین در خدمت شما عزیزان هستیم و امروز هم با یک صحبت دیگر و یک کارشناسی دیگه همراه شما عزیزان خواهیم بود و قبل از اینکه بیایم وارد صحبت ها شویم بیایم نسبت به زندگی کمی تفکر داشته باشیم ما که میگیم زندگی همیشه پر از فراز و نشیب هست گاهی سختی ها و رنج هاست و گاهی هم خوشی ها و موفقیت هاست بیاییم مثبت باشیم و خوبی ها معفقیت ها و خوشبختی های خود ما را زیادتر ببینیم تا رنج ها و غم ها و سختی های خود ما را زندگی زیباست ای زیبا پسند زیبا اندیشان به زیبایی رسند یعنی کسایی که زیبا میبینن خوب میبینن و خوب فکر میکنن اونها میتونن زیبایی های زندگی را بیشتر درک کنن تا رنج ها و سختی های زندگی را پس بیم از امروز تصمیم بگیریم که مثبت اندیش باشیم فکر خدا، ذهن خدا و دید خدا ما را مثبت کنیم و خوبی ها را بیشتر ببینیم کارشناس محترم برنامه امروز ما خانم حسنزاده عزیز هستند و سلام علیکی میکنیم خدمتشان با موضوع رنج و زندگی امروز هم با شما عزیزان هستیم سلام خانم حسنزاده و خوش آمدید بسم الله الرحمن الرحیم بندم سلام عرض عده احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم برنامه روشن امیدوارم در هر کجا برنامه رو میبینن جور و صحت باشن زنده باشن جان سپاس خانم مثلا ما با بیننده های عزیز ما در رابطه با موضوع رنج و زندگی صحبت های زیاده داشتیم و گفتیم که بله زندگی بدون رنج معنا نداره و این رنج های زندگی است که باعث میشه که به زندگی ما معنا ببخشه و باعث میشه که رشد کنیم ما در زندگی درست از خانم حسن خب حالی بیایم اگر که سوالی برای ما پیش بیاد و این صحبت ها که خب رنج در زندگی وجود داره ولی اگر ما درست نتونیم را غلبه کنیم بر او و شیوه های غلبه بر او را اگر متوجه نباشیم و درست نتونیم مدیریت کنیم و دائم ما در زیر فشار رنج ها باشیم هم مسلم است که او زندگی بسیار برای ما سخت و تلخ میشه پس چی باید بکنیم که شیوه های غلبه بر غم و رنج را یاد بگیریم آموزش ببینیم تا ای که بتونیم غلبه پیدا کنیم بر این رنج های زندگی و انشالله زندگی ما سر تا سر پر از خوشی باشه بله همونطور که شما فرمودید ما در جلسات قبلی که در خدمت بینندگان عزیز بودیم در مورد رنج تعریفی داشتیم عوامل و اثرات از او رو فلسفه و معنا بخشی به زندگی حتی آه. با وجود رنج و دیدگاه اسلام رو در مورد رنج مورد بررسی قرار دادیم گفتیم حتی رنج خود پیامدهای مثبت و منفی در زندگی داره که انسان میتونه اونها رو تا جایی کنترلر کنه باید. که دردها و رنج ها رو حتی در حد وظیفه خودش حذف کنه و اگر نتونست حذف کنه بتونه کم کنه و کاهش باید. پیدا کنه برای خانم هستند اگر که ما دائم در زیر فشار رنج و غم خود ما را بگیریم مستلم است که قدر زندگی برای ما سخت میشه که دچار مشکلات روحی روانی و جسمی میشیم پس ما باید کار کنیم که بتانیم شیوه های غلبه بر رنج را پیدا کنیم که بره. ما امروز برای عزیزان بیننده ما وعده کرده بودیم برشان دیگه که ما میخوایم که شیوه های غلبه بر غم و رنج را برشان بیان بایان کنیم که بایان بایان کنیم. امروز میخوایم صحبت کنیم بله همونجور که شما فرمودین امروز ما در مورد شیوه های قلبه بر رنج در زندگی یا راهکارهایی که میتونه انسان داشته باشه که بر ها و درد های خودش غلبه داشته باشه بیان کنیم با توجه به با مباحث قبلی که ما بیان کردیم باید این رو بپذیریم که واقعیت رنج در زندگی همه افراد بنای وجود داره و همه ما قبول داریم مرحله از زندگی برای ما سخته و حتی باعث میشه که بعض وقتا افرادی باشن که قدرت طاقت کردن در او بهشون خیلی طاقت فرسا باشه و حتی برای خودشون در ذهن خودشون ای بیاد که من دیگه نمیتونم با همچی مشکلی در برابرش داریم. استادگی و مقاومت کنم حالا میتونم مشکل از هر نوعی باشه مشکلات خانوادگی باشه مشکلات اقتصادی باشه بیپولی در زندگی باشه و حتی مشکلات جسمی و روحی و روانی باشه اما ما در اینجا میخوایم بگیم چجور به همه مشکلات یک فرد قلبه پیدا کنه و بتانه این مشکلات رو نرم کنه و از اونها راحت بشه حتی میتونه به عنوان یک پلکانی از او استفاده کنه و به پیروزی و موفقیت برسه باید, باید پذیرش واقعیت رنج در مرحله اول برای همه افراد را لازم هست که, که اگر انسان واقعیت رنج رو در زندگی راه حل نمیتونه برای رو رنج قرار بده یا با در برابر از او مقابله کنه و استادگی کنه واقعیت رنج بپذیره, بپذیره. پذیرش, داشته پذیرش داشته واقعیت باشه داشته؟ واقعیت که رنج در زندگی من وجود داره آمد. من رو با یک مثال بیان کنم اولی که در مرحله اول علم آگاهی خودخور باید بالا بپره اگه ما با علم و آگاهی که در مورد مشکلات نداشته باشیم به شکست مواجه میشیم ناموفقیت‌های های در پیش روی انسان قرار میگیره من رو با یک مثالی میخوام بیان کنم که در هر زندگی ممکنه باشه افرادی که میخوان در شرف ازدواج هستن و میخوان ازدواج کنن چیزی که در ذهن از اونا هست من ازدواج میکنم با طرف مقابل فرقی نمیکنه خانم زوری که مرد باشه یا زن باشه هم. با طرف مقابل ازدواج میکنم و زندگی خوبی خوشی رو شروع میکنم برد. خب وقتی که این در ذهن خود داره و یک چیز دیگه ای توقعی که داره این میتونه توقعی نابجاهی باشه مم. از طرف مقابل خود خود داره که هر آنچه که من بگم طرف مقابل در از حرف من گوش کنه بره. خب ای اگه گوش نکنه باعث رنج و ناراحتی از میشه بره. خب یک مشکلاتی در زندگی پدید میاد خب انتظاراتی که ما باید در تعامل با دیگران چه در مسئله ازدواج چه در مسائل اجتماعی داشته باشیم این است که طرف مقابل قرار نیست حرف من رو گوش کنه خب من قرار کار اگه چیزای خوب بگو یکی خوب از گوش کنه یعنی خ... شاید مثلا به صلاح وقتا... بعضی بعضی وقتا یک مت... چیز همه انتظاراتی که ما داشته باشیم بس. من واقعیت رو در ذهن میخوام تجسم کنم ممکنه او فرد بدانه به صلاح از او هست و او انتظارات هز... او حرفا رو گوش کنه بله. و بدانه به صلاح از او هست هز و کارایی داره برای او ولی بعضی وقتها انسان ها متفاوت هستن همین متفاوت بودن انسان باعث میشه که انسان در کنار هم سر خودش به تکامل برسه همین متفاوت بودن ها از اون است که به انسان رو به ترقی میرسانه نه تنها در بین خانواده در بین اجتماع است پس وقتی که از ناحیه از او یک نی بشتوه اینها این ای خاطر،, خاطر از او آزرده میشه و ب... و در صورتی که خداوند جور انسان رو آفریده که زن با مرد از لحاظ جسمی از راه روحی کاملا متفاوت است و اختلاف زیادی وجود داره بلده. بین از اینها و همین تفاوتاشون باعث به کمال رساندنشون معرفی شده البته بعضی وقتا ممکن است امتحانات خانه مثلا در بین خانواده امتحاناتی بین از اونها پیش بیاد به قول شما به صلاح از او هست آها. باعث بشه که فرد گوش نکنه بگه من این راه رو بهتر تشخیص میدم منظورت که یعنی توقعات خودشان را م... یعنی کم کنن نسبت به هم دیگه مثلا زن و شوهر نسبت به هم توقعاتی که دارن مثلا میگه که من انتظار دارم که من که من میگم شما بگویم چشم مثلا درست توقعات, توقعات رو اصلا هم توقعات رو میشه بگی هم پذیرش واقعی یعنی درک درستی از زندگی داشته باشه خوب. آگاهی از او از زندگی جوری باشه که به پوچی نرسه وقتی زن... انسان درک زندگی از طرف مثلا در زندگی خودش از طرف مقابل تفاوت های او روز بپذیره که یک پذیرش مرد منظور. پذیرش با واقعیت که که بله بله. از اول بس ما خیلی بردید. جالبه مثلا کلن به نظر من زن و شوهر قبل از اینکه بخواین ازدواج کنن این دختر و پسرای جوان ما یعنی موظف هستن قبل از اینکه وارد تشکیل زندگی و خانواده شون باید بیاین خصوصیات و ویژگی های همسر یعنی یک زن مطالعه کنن و زن همچنان بیاین خصوصیات و ویژگی های یک مرد بیاین مطالعه کنن و ببینه که این چه خصوصیات و ویژگی هایی داره این کار باعث میشه که در زندگی خانوادگیشان کمتر دچار مشکل شوند و پذیرش واقعیت اینجا زیادتر, بیشن. زیادتر بشه امه. و علما... چون علم آگاهی خودش در این زمینه برد. بالا بود دیگه در این خانواده وقتی که با انتخاب درست بیشتر مواجه هستن این زن و شوهری که اطلاعات داره از همدیگه اطلاعات داره و خصوصیات و ویژگی های همدیگه و تفاوت های همدیگه رو میشناسن مثلا به مشکلات خانوادگی سری به سراغ طلاق نمیرن به دنبال پو... مثلا اگه سراغ طلاق هم نره به پوچی و افسردگی دیگه نمیرسن بلی. بلکه مشکلات برای از اینها یک راه حل و راه میشه که این رو طی کنن و دقیقا. به موفقیت و تکامل برسن بله نکته بسیار مهمی پس در یک زندگی مشترک وجود داره و خصوص برای زوجهای جوان ما حالا ما آلا شاید بگیم که بسیار از خانواده ها سالها تشکیل شده که اونا میتونن همی کار کنن شاید سالها از زندگی و اشتراک یک خانواده میگذره ولی هنوز ما نتونستیم ویژگی های همدیگر را تشخیص بدیم و درک کنیم مثلا ما نمیفهمیم که همسر ما به عنوان یک مرد چه ویژگی هایی داره چه خصوصیات داره و همچنین مرد به عنوان یک مرد خصوصیات ویژگی های همسر و خانم خودش را شاید تا به حال اطلاعات بسیار خوب این خودش میتونه که رنج های زندگی ما را کم کنه و خودش میتونه یک نوع شیوه غلبه بر رنج ها و, و سختی ها باشه همراه ما باشین بعد از یک وقفه شنونده برنامه روشنا هستن و این برنامه هر روز به صورت لایف و زنده تقدیم شما عزیزان میشه امیدوار هستیم که همچنان بیننده برنامه باشین در هر روز و اگر سوال و پیشنهاد و انتقاد دارین حتما با ما در جریان قرار بتین ما بسیار خوش میشیم و پذیرای سوالات شما و پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهیم بود در ادامه صحبت با موضوع موضوع رنج و زندگی و به هر حال نسبت به موضوع رنج و زندگی هم شیوه های غلبه بر رنج را صحبت می کنیم در ادامه صحبت خانم حسن زاده پس ما متوجه شدیم که زندگی یک رویا نیست و نمیشه که ایده پردازی کنیم زندگی یک واقعیت هست و ما نمیتونیم از واقعیت ها دور شویم چرا که زندگی خب واقعیتشی است که زندگی با رنج همگام هست همراه هست و یک رؤیا نیست درست است؟ بعدش بعد از پذیرش و واقعیت آگاهی های لازم رو در ای این زندگی باید انسان داشته باشه که انتخابی درست انجام بده به مرحله اول در همین مرحله اول ما یک نکته بیان کنیم این است که با آگاهی که نسبت به او داشته باشه باعث میشه انتخاب درستری داشته باشه و انتخاب درستتر باعث میشه که مسئولیت فرد نسبت به او بیشتر بشه مثلا مسئولیت پذیر بشه این که محاسن و خوبی هایی باعث میشه که ممکنه یک کار داشته باشه بلد. بعضی از افراد هست انتخاب و آگاهی درستی ندارن باعث میشه که مسئولیت کارهای خودشان رم عاده نگیرن دقیقا. در جریان قرار بتیم برشان که داشتن آگاهی برای همه انسان ها با مطالعه به دست میه تحقیق کنیم مطالعه کنیم تا ای که بتانیم به واقعیت با آگاهی زندگی را پیش ببریم شما مادرها و پدرهای عزیز ما مطمئن هستم که این روزها که بیننده برنامه روشنا هستین همگام با برنامه روشنا تحقیقات میکنه میکنین نسبت به موضوع میرین سرچ میزنین تحقیق میکنین و نسبت به موضوع بیشتر تحقیقات انجام میتین و زندگی آگاهانه میداشته باشین و زندگی را با آگاهی پیش میبرین خب در ادامه صحبت هستیم خانم سن بله ممنونم از تذکر خوبتون نسبت به اینکه زندگی آگاهانه داشته باشه ولی در ادامه زندگی آگاهانه بله. مسئولیت پذیر باشه فرد آها. جوری نباشه که مسئولیت کار خودش رو قبول نکنه معمولا ما افراد جوری هستیم فطرتنی که اگه کار به خوبی تمام بشه بله. او مسئولیت کار خوب رو به عهده میگیریم ولی اگه مسئولیت کار ب... او کار به شکست مثلا بیانجامه میگیم تقصیر ما نبود, نبوده. بلکه ممکن است به گردن کس دیگه ای بندازیم نه. اینجی در بحث و با باعث میشه که این یک از آوجدان خود ما کم کنیم و در حقیقت انسان باعث میشه که دوچار رنجه های بیشتری بشه چون به قلبه نکرده بر رنج امه. بلکه او رو فرار کرده و از زندگی خودش بله. پاک کرده پس یکی مسئولیت کارهای خود ما رو هم به عهده بگیریم در زمینه قلبه بر رنج مفید است شکست اشتباه رو به عنوان یک تجربه عهده بگیریم که ما از این شکست خود خو خود نبیه که خب بعضی وقتا شکست رو بعضی وقتا به عهده میگیریم هم از خودزنی هم انجام بدیم که چرا هیتر شد من دیگه نه در توانم نیست این کار رو به بنی... خوبی پیش بله ببرم بله. ولی اشتباه رو ما یک جوری انجام بدیم که از این تجربه بگیریم که سبب موفقیت های بعدی ام. بشه و باعث بشه که ما تلاش های زیادی رو بله. در این زمینه انجام بدیم نه اینکه خودمان را سرزنش ام. کنیم چون سرزنش کردم

میاید در زندگیش که شما حالا بیان کردیم که ما از شکست های زندگی باید درس بگیریم مطلب دیگه این در قسمت آگاهی و علم داشتن و مسئولیت وزیری بود که شیوهی بود برای قلبه بر رنج ها بله. در ادامه باید اقدام و عمل انجام بدیم این مرحله هم خیلی مهم هست که اقدام و عمل انسان میتونه به موفقیت برسه بله. حالا منظور اشاد بپرسن که ما منظور از ای که اقدام و عملی بکنیم یعنی چی؟ یعنی یک کاری رو انجام بدیم که در ظاهر مشخص بشه که شما بر مشکل خودتان قلبه و باعث شده به پیروزی برسید من با کلام امام علی علیه السلام این مطلب رو شروع میکنم امام علی علیه السلام در این باره میفرمایند وقتی امر ناخوشایندی برایتان پیش آمد خوب نگاه کن اگه چاره ای برای او از رنج داری آجست نشو و اقدام کن در پی از او برو اگر نتوانستی واقعیت رو برطرف کنی جزه هم نداری. معمولا آه. بعضی از افراد وقتی که به موفقیت نمیرسن و دوچار شکست میشه و مشکلی در زندگی از اونا پیش میاد بله. بیشتر جزع میکنن همین جزع باعث میشه ناامیدی و منفیگرایی به سراغ از اونا بیاد و به مثبت نرسن حالا منظور جزع همی دیگه شکایت میکنن شکایت, می شکایت, شکایت میکنن ناله, ناله میکنن و... همه شکوه دارن مثلا بعضی خب از افراد برشان بگویم چرا ناله و شکایت میکنیم میگم میکن. الهی نکنیم خب به یک شاید یک نوع تخلیه هیجانی باشه خب این تخلیه هیجانی باعث میشه که شکایتی که بکنم ما باز آثاری در این زمینه ما الان وقت نمی که من رو برنامه توضیح بدم همین شکوه کردن زیاد افرادی که شکوه میکنن با مبتلا شدن یعنی یک نوع م. بیماری متانی برشون ذکر از لازم روانشناسا اینو رو میگن کسانی که زیاد شکوه میکنن باعث میشه که این شکوه از اونها ف... به جای که تلاش کنم برای موفقیت بس. زندگی برای از اون اونا آور میشه فکر میکنم با همین شکوه و شکایت همیشه راه نجات از آه. اونها هست و یک انسان این... های منفی نگه میشه آه دقیقا یعنی هر که ناله و شکایت و جزا و فضا میکنه انرژیش کمتر میشه یا به عبارتی میتونیم به قانون جذب کائنات اگر بیان کنیم بگیم که یه هر که انرژی منفی میتر خب هم انرژی منفی زیادتری طرف خودش جذب میشه و هم به اطرافیانش منتقل میکنه می می حتی فیلسوفان هم در بحثای روانشناسی مطرح میکنن میگن شما درست هست البته اگه داری مثلا نکته رو مثلا بیان میکنی شکوه و شکایتی داری پیش کسی ببری که مثلا یا مشاور هست که میتونه راه حل بده نه که شکوه و شکایت باعث بشه نه تنها حال خودتان بدتر بشه یک نفر دیگه هم, هم رای خودتان کنی و او را هم منفی نگر باشه اگر پس این نکته در نزد مشاور باشه و راه ارائه داده بشه چه خوب هم از ما در این زمین اقدام عملی یک داستانی هست از امام باقر علیه السلام میگن اصحاب وارد شدن و فرزند ایشان بیمار فرزند حضرت بیمار بود و چنان بیماری سختی داشت و حضرت همش در خانه میرفتن در پیش فرزند خوب و میآمدن پیش اصحاب و بیتاب بودن اصحاب بهشون گفتن چنان مثلا بیماری یه بچه اینقدر زیاد هست اگه ای طفل فوت کنه باعث میشه که حضرت خیلی بیتابی کنن بله. چون واقعا ناراحت هستن و استراب دارن و اینها ولی باعث شد در همه اصحاب اونجا نشسته باشن مهمان ها و باعث شد که این بچه فوت کنه و حضرت وقتی که خبر او رو شنیدن به داخل خانه رفتن وقتی که خارج شدن و آمدن در نزد اصحاب خودشون و حتی به ای بسیار بشاش داشتن خب و احساس میکردن دوستان که ایشان اصلا اتفاقی نیفتاده یا اطلاع ندارن میگن وقتی به سوال کردن از حضرت فرمودن وقتی که زمانی که شما بچه بیمار بود چنان بیتابی میکردی بله. چرا و الان چرا او بیتابی را ندارید آه. حضرت خیلی جمله زیبایی رو در اینجا فرمودن میگن وقتی که ما دوست داریم که عزیزانمان سالم و بیرنج و درد باشند ولی زمانی امر الهی سر رسید و قضای الهی و تقدیر خداوند به او کار محقق شد و کاری از ما بر نیامد خواست خداوند رو میپذیریم و در برابر مشیت و او تسلیم می و راضی به رضای خداوندیم فقط به خاطر راضی به رضای خداوند بودن چون حکمت آرامش داشتن به خاطر حکمت خدا باعث شد که ایشان بر او درد و رنجی که دارن غلبه کنن همه اینها نمونه هایی هست که ما میتونیم درس بگیریم در زندگی های ما ام. و از او استفاده کنیم که بر درد و رنج های خودمان غلبه کنیم بسیار عالی پس این خودش میتونه یک نکته بسیار مهمی باشه برای ما امروزه و بسیاری از عزیزان ما که امروزه مثلا در زیر آوارها هستند در مصیبت ها و مشکلات از دست دادن عزیزان خود هستند و نکته بسیار مهم و حساسی رو که شما بیان کردین راضی به رضای خداوند بودن خود این میتانه برایشان مقداری آرامش دهنده باشه آرامش بته دلها و قلبهایشان را تسکین بته به خاطر چی بخاطر از اینکه وقتی که انسان راضی به رضای خداوند باشد در سختی ها در مشکلات در رنج ها خب به راحتی و به خوبی میتونه و رنج ها و سختی ها را پشت تحمل کنه و پشت سر بانه خب حالا ما میبینیم که بسیاری از هموطنهای عزیز ما چه در قبل که در جنگ ها و این تاری ها عزیزان خودشان را دست دادن و شاهد بسیاری از سختی ها بودن و چه حالی که در زیر آوارها هستند و در زلزله شدیدی که بود اتفاقی که افتاد و که باید با راضی بودن به رضای خداوند که خودش یک نوع شیوه غلبه بر رنج هست راضی باشن و رنج های زندگی خودشان را به این طریق غلبه کنند بر او و انشالله که بتانن زندگی خودشان را با توکل به خدا دوباره بسازن انشالله خب عزیزان بیننده تشکر از اینکه همراهی کردن برنامه ما را با موضوع رنج و زندگی بعد از یک وقفه باز هم همچنان با شما عزیزان هستیم و شیوه های غلبه بر رنج را بررسی میکنیم که بسیار میتونه اهمیت داشته باشه انشالله که زندگیتان بدون رنج باشه تشکر از همراهی گرم همیشگی شما هموطنان خوبه و شیوه های غلبه برغم بررسی میکنیم با کارشناس محترم برنامه و چقدر خوب است که شما عزیز بیننده هم در خانه که هستی بیایی بسیاری از این شیوه های غلب برغمی که در ز... بر رنج و غم که در ذهن خودت میایه و یا اگر میخوای تحقیقاتی انجام بتی انجام کار کاره و چون وقت برنامه محدود است و ما نمیتونیم بسیاری از این ها را برای شما بیان کنیم چه خوب است که شما عزیز بیننده شما هم برای ما تحقیق کنید و ارسال کنید برای ما و ما به اسم خود شما اینا را ذکر میکنیم و یاد میکنیم و به این طریق میتونیم که به اشتراک بانین بسیاری از تحقیقات خودتان را و حتی میتونید که از این تحقیقات خودتان هم استفاده کنین و باعث برطرف شدن رنج زندگیتان شود. خب باز هم صحبت هر شیوه های قلبه برغم مشنوی خانم هرسن زاده بله در قسمت قلبه بر درد و رنج من نکته ای از یک فیلسوف میخوام بیان کنم که ایشان میفرمایند زندگی در دو وقتی که انسان با مشکلی برمیخوره زندگی در دو قطب قرار داره یکی رنج است و دیگری ملار هر دو تا هم در حرکت است هر قد انسان بخواد از یکی از یک قطب باعث بشه دور بشه به قطب دیگه نزدیک, نزدیک میشه. میشه. منظور از رنج همو درد و گرفتاری است و منظور از ملار همو چیزی است که انسان میخواد ازش فرار کنه در آسودگی باشه آه. خیالش آسوده باشه بعضی وقتا ما فکر میکنیم وقتی که میخوایم از یک مشکلی فرار کنیم به حساب م. او مشکل کنار بانیم م. این است که ما رو کنار گذاشته و اصلا بهش توجه نداریم در صورتی که باعث میشه همون مشکل مشکلات عدیده دیگه برای ما پیش بیاره, پیش بیاره. پس بهتر از انسان در صورتی که چیزی رو دوست داره و میخواد در پی از او بره باید هزینه پرداخت کنه هزینه پرداخت کردن هم تحمله و صبر در برابر از او و رنج کشیدن در برابر از او است این نکته خیلی نکته متانه برای ما باشه و درس داشته باشه اینکه من ای که میخوام به پیروزی برسم به موفقیت برسم حال فرق نمیکنه خانم سوری بینندگان عزیز بگم در چه موفقیت باشه در زمینه شغل باشه در زمینه باید. تحصیل باشه ام. یا در زندگی تشکیل خانواده باشه ام. یا اولادداری باشه هر موفقیت که انسان میخواد برسه ای است که یک مشکلاتی رو داره ممکنه من در پی یک چیزی یک چیز دیگر رو از دست بودم. وقتی که میخواد یک خانم اولاد داری خوب بکنه ممکن ام. از بعضی از توقعات چیزهای خودش بگذره از خواسته های خودش بگذره چون توند... اولاد رو خوب تربیت کنه پس انسان در راه رسیدن به در پی از او یک چیزهایی رو باید از دست بده ام. که به چیز دیگه ای برسه و او چیزی که در دست از دست بده معمولا ما او چیز رو میبینیم می 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 و این خودش باعث میشه رنج های گسترده در زندگی ما و مشکلات عدیده پیش بیاد بلی. در صورت که ما خوب است به اون موفقیت هایی که ما در زندگی کسب میکنیم به اونها هم فکر کنیم این باعث میشه به انسان انرژی بده آه. که انسان در پی بقیه موفقیت های خودش کاشه. باشه بگیره. در بگیره. مثالی که در ذهن ما آمد مثلا یک جوانی که میخواد که تحصیلات خوبی داشته باشه خب برای رسیدن به اون تحصیلات خوب چه مثلا باید زاج میکشه رنج میکشه درس میخونه شبانه روزی تلاش میکنه خب اگر به همون رنج هایی که شبانه روز درس هایی که میخونه رو ببینه خب رنجش زیادتر میشه حتی ولی ممکنه درس رو ترک کنه حتی افرادی بودن که وقتی که درس خواندن مشقت داره مشقت درس خواندن رو دیدن فشاری که براشون میامد باعث شد درس رو ترک کنه ولی به قول شما اگه برعکس هم اتفاق بیفته که دیگه باعث میشه به موفقیت برسه آه بله پس حالا که ما در رنج هستیم پس باید برای موفقیت خود ما برنامه رزی کنیم درست بله یعنی باید برنامه ریزی داشته باشیم برنامه رزی کنیم تا ای که بتونیم این رنج های زندگی خود ما را مدیریت کنیم شیوه های غلبه بر او را پیدا کنیم و انشالله که با این برنامه ریزی های دقیق هست که میتونیم رنج های زندگی خود ما را کمتر کنیم و به بیشتر به موفقیت ها رو بیاریم دیگه بله. مورد دیگه که میتونیم در همین قلب شیوه بر رج در زندگی در قسمت عملی بیان کنیم دست از مقایسه کردن برداریم آه. بعضی از افراد هستن همش مدام زندگی خودشان رو با زندگی افراد دیگه مقایسه میکنن من چی کمبودهایی دارم و او طرف مقابل باعث میشه این دارایی ها رو داره حال در زمینه تحصیل و شغل هر آنچه ب... مثلا در اطرافش میبینه بیان میکنه باید بپرزیریم شخصیت ما محیط ما افکار ما عقاید ما با دیگه افراد, ها... افراد متفاوت هستن بله. و هر کد... حتی دو افرادی که دو... مثلا با هم دوقلو هستن و با هم در یک خانواده زندگی میکنن افکار و اعتقادات از اونها ممکن است بله. و بیشتر هم میبینیم متفاوت است ای... پس این دو تا نمیتونن خودشان را با هم مقایسه کنن چی به این که ما متاسفانه در زندگی ها میبینیم که رنج هایی به وجود میاد ای که افراد خود خور اصلا خود خور با یک خانواده دیگه حتی مثلا رنج های کلانتری که در اجتماع به وجود میاد خود خور با یک شهر دیگر با یک کشور دیگر مقایسه میکنن که همچین چیزی باعث میشه که رنج های کلانتر در زندگی به وجود بیاد و مشکلاتی به وجود بیاد و حتی اگه مشکلات خود خورن با مشکلات از اونها باعث بشه مقایسه کنن نتانند در پی حل از او مشکلات بر بیایم خب بسیار وقتها خوب است که در مقایسه هایی که داریم مقایسه های سازنده باشه بله من میخواستم همین نکته بله. بسیار به جای رو اشاره فرمودی مقایسه های سازنده مثلا برای فردی که موفقیتی رسیده من خود خورد با او بسنجم بسیار خوب هست <applause> یا مثلا فردی که از عبادت بالاتری برخوردار هست خب من خود با او بسنجم خیلی خوبه ولی متاسفانه من جاهای رو میخوا... در این زمینه ای که انسان دچار رنج و افسردگی میشه این هست اون قسمت باعث میشه انسان شادتر باشه من با کسی که خود خود عبادت بیشتر میکنه تلاش کنم من هم عبادت کنم انسان شادتر میتونم باشم برد. نه که درد و رنجم بیشتر بشه ولی نسبت به این قسمت همون مقایسه هایی است که منفی است مثل یک جور حسادت بتانیم بگیم برد. که مثلا چرا فلانی ایرم در زمین زیر مجموعه همین میشه قرار داد چرا فلانی فلان موتر رو داره و من چی فلان موتری ندارم حتی باعث بشه که ناراحت و غمگین باشه یعنی بسیار وقتها از خانم اصلا زده که ما زندگی های افراد دیگره از درون زندگیشان که اطلاع نداریم ما درست است و واقعیت های زندگیشون ها که ما متوجه نیستیم واقعیت های زندگی خود ما را با زندگی ظاهر که دیگر را میبینیم مقایسته میکنیم و رنج میبریم خب شاید در درون زندگی بسیاری از افرادی که ما خودمون داریم با اونا مقایسه اما بسیاری سختیها باشه شاید بسیاری از رنج ها باشه که ما نمیبینیم با فکر میکنیم که اونا همیشه در ناز و نعمت هستن و همیشه در خوبی ها و خوشی هستن در حالی که ما مقایسهایی که انجام میتیم خود ما را با دیگران فقط با ظاهر دیگران مقایسه میکنیم چون که از درون زندگی اونا که ما خبر نداریم بله من این نکته رو قبلا هم اشاره کردم الان جاش میدونم با توجه به ش... نکت... نکته که شما بیان کردیم بیان کنم این که بعض وقتا اگه هر فرد رو در گروه خودش قرار بدی با توجه به ظرفیت خودش قرار بدی و مشکلات هر فرد رها رنجا و دردایش هم در همون نسبت به ظرفیتش قرار بدی اگه پای دل افراد دیگه بشینه هر فرد مثلا یه گروهی شما تشکیل بدی هر هر کس مشکلات خود خور می داره و از بله. خارج میشه چون هر کس برابر به بر ظرفیت از او بیان کرده حسرت زندگی دیگران هم که شما فرمودی باعث میشه که یک استراب های ها. سرخوردگی های و افسردگی های حتی در پی داشته باشه که باز هم در تا و های دیگری در پی داره پس از در مرحله اقدام باید این مرحله را در نظر بگیریم بله. که از مقایسه کردن انسان با دیگری دست برداره بله. مورد بعدی که در زمینه قلبه بر رنج در زندگی میتونیم بیان کنیم و هرچی در زندگی انسان پررنگتر تر باشه قلبه بر اون رنج هم پررنگتر تر هست پس سعی کنیم ای رو در زندگی های زیاد پررنگ کنیم او هست پرهیز از کفران نمت و برعکس شاکر بودن و شاد هر آنچه که انسان کفران نعمت میکنه معمولا ما نداشته های خودمان رو میبینیم و میگیم که من فلان چیز رو ندارم در زندگی فلان چیز رو ندارم در زندگی علاوه بر که دیگری داره او که یک قم دیگه ای بود که ما او از اون مرحله عبور کردیم حالا کاش که یک قسم بگوی کیم مثلا من این چیز ندارم یک وقتی است که قدر ناامید است که میگم من هیچ وقت در زندگی چیز نداشتیم احسان من هیچ وقت دیگه آخرین مرحله پوچی است هست است در که هیچی نمیبینم مثلا همون صفر یا هیچ میگه که ما هیچ چیز در زندگی نداشتیم هیچ موفقیت نداشتیم هیچگاه موفق نبودیم هیچگاه خوبی و خوشی را ندیدیم یه قسم دیگه کاملا اشتباه هست چون یک انسان نمیشه که در زندگی هیچ وقت خوش نبوده باشه یا هیچ چیز نداشته باشه نادیده گرفتن همه چیز هست اصلا همون میتونیم بگیم که دیوانه خالی رو همیشه میبینه هیچ وقت ممکن یک نیمان نسبه دستش باشه اون نیمه آبی که وجود داره او نمیبینه که از او استفاده کنه همش نیمه خالی رو میبینه حتی میگه من با نوشیدن از این سیر هم نمیشم و باعث میشه کفران نعمت بکنه و خود ما این رو میخوایم بگیم که خداوند فرموده هست در سوره ابراهیم آیه هفت که شما بندگان اگر شکر نعمت را به جای آورید نعمت شما را افزایش میدیم و اگر کفران کنید عذاب من بسیار سخت است بله. یعنی دردها و هایی بهتون باعث میشه که ایجاد بشه که باعث میشه که حتی به موفقیت که نرسین بله. مدام هم احساس شکست کنیم مم. پس شاکر بودن رو در این مرحله من میخوام با شاد بودن بیان کنم انسانی که شکور است انسانی که شکر نعمت میکنه مم. از بسیاری از غم ها و درد ها دور هست همونطور که گفتیم حتی میتونه انسان به وسیله شاد بودن مم. به زندگی خودش معنا بده ممکنه در نهایت سختی باشه بله. مثلا فقر میتونه باشه هر نوع سختی, سختی, سختی که باشه در نهایت سختی بعدی ای داره شکر نعمت خدا مم. رو به جا میاره و شاکره همین شاکر بودن به او یک انرژی مثبت میده مم. و میتونه در برابر مشکلات ایستادگی داشته بله. باشه یعنی باعث میشه که روحیه زیادی را، یک انرژی بسیار زیاد در وجود خودش احساس کنه یعنی شب میکنه با خالق خوب خودش یک ارتباط صمیمانه برقرار رو میکنه و این خودش باعث میشه که انسان از ناامیدی نجات پیدا کنه و بگویه که من یه خالق دارم یه خالق است که بزرگتر از او وجود نداره و من از او خالق خوب خودم شکرگزاری میکنم به واسطه تمام نعمت هایی که وجود داره و این یعنی که نادیده نگرفتن نعمت های خداوند چون نعمت های خداوند همیشه در وجود ما و در زندگی ما وجود دارم ولی اگر ما شکرگزاری نکنیم یعنی که اونا رو ما نادیده میگیریم بله. و این نادیده گرفتن او خودش باعث رنج میشه پس شکرگزاری خودش یک شیوه غلبه بر رنج, رنج میشه بسیار عالی تشکر و سپاسگزار هستیم از خواهر خوب و کارشناس محترم برنامه ما خانم حسنزاده ی عزیز که امروز با ما بودن سپاسگزار هستیم و از همه شما عزیزان بیننده که تا این لحظه هم همراهی کردین از شما هم سپاسگزار هستیم موفق و پیروز باشین و شما را به خدای بزرگ میسپاریم خدا نگهدارتان اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه